متی فصل دوم. عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او ستاره شناسان از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید بسیار پریشان شد و تمام مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. او جلسه با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح وعده شده از ایشان پرسید. آنها جواب دادند: در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب پیغمبر چنین آمده است: ای بیت لحم، در سرزمین یهودیه تو به هیچ وجه از دیگر فرمان روایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوای ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان خواست به طور خصوصی با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد و بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت: بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشا پیش آنان می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقت ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه داخل شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و بر روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایای شامل طلا و خوشبویی و مشک به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب با آنان گفته شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: برخیز کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند. پس یوسف برخواست و مادر و طفل را گرفته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان پیغمبر فرموده بود تمام شد که پسر خود را از مصر فرا خواندم. وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان او را فریب دادند بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 2 ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره شناسان جویا شده بود صادر کرد. به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست. صدای در راما به گوش رسید، صدای گریه و ماتم بزرگ. راهیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت زیرا آنان از بین رفتند. پس از مرگ هیرودیس فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده به او گفت: برخیز و کودک و مادرش را بگیر و به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند مرده اند. پس او برخواسته کودک و مادرش را گرفت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ولی وقتی شنید که آرکلائوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمان روایی رسیده است ترسید که به آنجا برود و چون در خواب به او وحی رسید به سرزمین جلیل رفت و در آنجا در شهر به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگویی پیغمبران تمام شد که گفته بودند او ناصری خوانده خواهد شد.